سلام دارم خدمت همراهان همیشگی برنامه عصر خانواده. باز هم با یه آموزش غذای سلامت در خدمتتون هستم. از اونجایی که موضوع برنامه ما در رابطه با پوکی و استخوان بود، من هم سعی کردم یک خوراک رو انتخاب بکنم که منبع غنی باشه از کلسیوم. به همین دلیل خوراک عدس و لوبیا رو براتون انتخاب کردم. البته این خوراک عدس و لوبیا میتونه یک شام کاملی باشه. من اول مواد اولیه‌اش رو خدمتتون توضیح میدم و بعد یه سری نکات رو بهتون عرض میکنم. برای تهیه این خوراک ما نیاز داریم به لوبیای پخته شده که لوبیا قرمز پخته شده هستش، یک پیمانه. عدس پخته شده داریم، یک پیمانه. جوانه ها رو داریم، جوانه ماش، گندم و شبدر. حالا هر کدوم از این جوانه ها که در دسترس بود، دو پیمانه. پروتئین ما اینجا میتونه ماهی باشه، میتونه قارچ باشه و میتونه تخم مرغ باشه، به میزان لازم هستش. جعفری خرد شده که اینجا این جعفری ما این هستش، من کاملا رو لهش کردم توی روغن زیتون و به عنوان سس استفاده میکنم. کشک و ماست داریم به عنوان سس و چاشنیمون و آب لیمو ترش به میزان لازم. گوجه فرنگی و پیاز، حالا پیاز و ادویه و نمک و فلفل هم به میزان لازم هستش. لازم برای شروع توضیح بدم خدمت دوستان، من برای تهیه این خوراک اول اومدم از در حد یک یا دو تا کدو، فرقی نمیکنه، حالا اگه کدو در دسترستون، کدو اگر نه از بادمجون استفاده کنید، به همراه زردچوبه و روغن یه مقداری فقط دارم تفتش میدم. اینو زودتر شروع کردم به تفت دادن به خاطر اینکه من بتونم توی زمانم صرفه جویی بکنم. میبینید که من الان بادمجون در حدی که همیشه میبینید فقط یه مقداری نرم بشه. توی این فاصله جوانه هام رو اضافه میکنم، دو تا جوانه دارم، اونها رو اضافه میکنم. این سس، حالا همون سس اصطلاحاً جعفریمون رو که ترکیب جعفری هستش و روغن زیتون، در حد دو تا قاشق اضافه میکنم و کاملا اونو تفتش میدم. ادویه ما معلوم میبینید که زردچوبه هستش. کاملا این خوراکی خوراکی گرم هستش که میتونه پیشنهاد خیلی خوبی باشه برای شام. من راجع به کنسرو قارچ میخوام یه توضیحی بهتون بدم که اگر دوست داشته باشید خود شما میتونید در منزل کنسرو قارچ رو تهیه بکنید. چی کار باید بکنید؟ قارچتون رو بعد از که شستین، به ازای 2 کیلو قارچ رو میریزید داخل یه قابلمه آب، یه قاشق نمک و یک استکان سرکه یا آب لیمو بهش اضافه میکنید. بعد از اینکه اونو بهش اضافه کردیم، بذارید 4 دقیقه بجوشه. بعد از اینکه جوش خورد، زیرش رو خاموش کنید و بذارید داخل همون آب سرد بشه. همون آب میشه آب کنسرو شما و میتونه مدت زمان حتی 1 تا 2 ماه اگر قاشق رو چرب نزنید در یخچال نگهداری کنید. خب به این صورت من الان مشاهده میکنید که جوانه ها و کدوم رو تفت دادم، قارچ هم رو اضافه میکنم. قارچ هم رو هم اضافه کردم. توی این مرحله یه مقداری حالا سبزیهای معطر که بازم من از همون جعفری خوش و یه مقداری فلفل قرمز اضافه میکنم، کاملا مخلوطش میکنم به این صورت. در رابطه با حبوبات هم که لوبیا هستش، لوبیای قرمز پخته شده و عدس، من اونها رو از قبل خیس کردم. حتما ببینید که کاملا هم له شده. حبوباتشون رو از قبل کاملا خیس میکنید و بعد اونها رو میپزید. همونجوری که همکار محترم هم گفتن، میتونه حتی از برای پختن همین حبوباتتون از آب قلم حتی یا آب مرغ حتی استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره. من الان اونو اضافه میکنم، کاملا این آبش هم که غلیظ شده حتی اضافه کنم جنبه سس غذای من میشه، هیچ مشکلی نداره. ببینید شما میتونید با انواع سبزیجات و حبوبات یک غذای بسیار کاملی داشته باشید. من عدسم مقدارش زیاده، یه مقدارش اضافه میکنم. در حد 3-4 دقیقه اونو تفتش میدم و واقعا این خوراک ما الان آماده شده که بتونیم اون رو سروش بکنیم. اگر دوست داشته باشید حتی از خود سبزی تازه هم میتونید جعفری تازه هم خرد کنید و داخلش اضافه بکنید. از گوجه فرنگی که من الان از گوجه فرنگی دارم استفاده میکنم برای تزیینش، گوجه هام رو حلقه حلقه میکنم. کشک یا ماست داشتیم که یه مقداری که این خوراک من، حالا اصطلاحا میگم اگر آبی داره که الان خیلی هم آبی نداره حبوباتم، آبش که کشیده شد، در حد 1-2 قاشق ماست و سس به عنوان سس این غذاست، ماست و کشک. اگر کشک در دستتون بود یه قاشق چایخوری، نهایتا 2 قاشق چایخوری کشک اضافه کنید. اگر نه میتونید از ماست استفاده بکنید. به این صورت این رو مخلوط میکنم.
مطمئناً اگر از کشک استفاده کردین دقت کنید که به هیچ عنوان نمک خیلی اضافه نکنید. حالا به دلیل اینکه ممکنه کشک شما شور باشه و خوراک شما خیلی شور میشه، پس مراقب این موضوع باشید. از ماست استفاده میکنم، هر چند دقیقه یه بار همش میذارم. اگر که دیدم هنوز جا داره میتونم در حد یه قاشق دیگه هم بهش اضافه بکنم. آب لیمو ترش هستش که چاشنی خوراک ما هستش، در آخرین مرحله به غذا اضافه میشه. به این صورت مخلوط میشه کاملا. من یک مقدار خیلی کمی اگر لازم هست بعد از اینکه چشیدین میتونید نمک یا فلفل بهش اضافه بکنید. گوجه فرنگی ها رو حلقه حلقه میکنم، آمادش میکنم از وسط و همون جور که میبینید به این صورت خوراکم رو داخل ظرفم میکشم. نکته در مورد این هستش که همون چه گفتم، به جای قارچ شما میتونید از ماهی و یا حتی خود حالا همون ماهی سالمون حتی استفاده بکنید. حتی اگر در دستتون هیچ کدوم اینا نبود، تخم مرغ رو بپزید، بذارید کاملا صفر بشه. بعد از اینکه صفر شد و سرد شد اون رو خوردش کنید به صورت 4 تیکه، تقریبا 4 قسمت یا نهایتا دیگه حالا 8 تیکه بکنید، باریک ترش بکنید و اون رو به این صورت الان این آماده شده. می‌بینید که من با سبزیجات میتونید یک شام و یک غذای خیلی کامل داشته باشید. از گوجه فرنگی یا جعفری برای تزیینش میتونید استفاده کنید. برای مزه‌دار کردن ماهیتونم آخرین نکته که تاکید میکنم اینه که خیلی از دوستان با طعم و مزه ماهی مشکل دارن، میگن طعم و مزهشو دوست ندارن. اگر ماهی رو به همراه همین سس جعفری اون رو واقعا مزه‌دار بکنید، میتونید یه ماهی خوشمزه داشته باشید. خب من فکر میکنم که من تایمم تموم شده. خیلی ممنون که با من همراه بودید. همکار محترمم ادامه میدم باشم. خواهش میکنم. خب